دولت روحانی که در برابر موانع ساختاری اشتغال و رونق اقتصادی شکست خورده، در آخرین ماه‌های عمر دولتش به آمارسازی به سبک دوره احمدی نژاد در زمینه ایجاد اشتغال رو آورده، در حالی که پشت این آمارهای غیر واقعی بهره کشی گسترده تر از نیروی کار ارزان در پوشش طرح‌های ارتقای مهارت جریان داره. مریم محسنی نگاهی داره به آمارهای اشتغال و طرح‌های بهره کشی از نیروی کار تحت عنوان کارورزی فارغ التحصیلان. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. همین یه ماه پیش بود که مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی ادعا کرد که دولت سالانه 704,000 شغل ایجاد کرده که جز 5 کشور اول دنیا در این زمین است. طیب نیا وزیر اقتصاد قبل از آقای نیلی تو مهر ماه ادعا کرده بود که فقط در 3 ماهه اول امسال 700,000 فرصت شغلی ایجاد شده. اینکه تعداد این شغل‌ها چجوری ایجاد شد هیچ جا توضیح داده نمیشه. اینکه در ازای این مشاغلی که مدعی هستین ایجاد شد چه میزان شغل از دست رفت و شاغلان به صف بیکاران پیوستن معلوم نیست. اصلا انگار آقایون میل ندارن در مورد معیارهای اشتغال حرفی بزنن و چیزی بشنون. میگن کسی که هفته 1 ساعت کار میکنه شاغله، در حالی که با هفته 1 ساعت در ایران که هیچ، حتی تو سوئیس هم نمیشه حداقل مخارج زندگی یه نفر رو تامین کرد، چه برسه به یه خانواده. علی ربیعی وزیر کار که میدونه کسی آمارسازی های اشتغال رو باور نمی کنه، قبل از طرح ادعای 700,000 شغل اول دی ماه گذشته گفته بود که نباید مرکز آمار رو زیر سوال ببریم، چون رشدی که اتفاق افتاده واقعیه. ما یادمون نرفته که همین آمارهای اشتغال رو دولت احمدی نژاد هم میداد و بعد وقتی دولت روحانی سر کار اومد و اسناد دولت قبل رو زیر و رو کرد، گفتش که دولت احمدی نژاد در طول 8 سال فقط 14,000 شغل ایجاد کرده. در واقع دولت روحانی بعد از 3 سال دست و پنجه نرم کردن با موانع ساختاری رشد واقعی اقتصادی و اشتغال در ایران، در برابر این موانع شکست خورده و در سال آخر عمرش که سال انتخاباته، دوباره به همون روش همیشگی دولت‌های جمهوری اسلامی، یعنی آمارسازی‌های تقلبی درباره اشتغال رو آورده. شکست دولت تدبیر و امید در رفع موانع ساختاری اشتغال از قبل هم روشن بود. در اقتصادی که کلیدش دست برادران قاچاقچی سپاه و بنیادهای مافیایی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه و بیشتر از 30% کل واردات قاچاق و سیاهه، در اقتصادی که پدیده، میزان، سامن الحجج، کاسپیان و ده ها و صد ها مؤسسه اعتباری مشابه دارن توش تاخت و تاز میکنن و به غارت و چپاول دارایی های مردم مشغولن و کسی هم جلودارشون نیست، مگه میشه از رشد و توسعه و رونق و اشتغال حرفی زد؟ در کشوری که فقط سود سالانه 63 حساب تحت اختیار رئیس قوه قضاییش از مجموع حقوقهای نجومی مدیران کلانش بیشتر میشه، در کشوری که فساد طوری توش همه جا رو گرفته که جای سالم نمونده و ناکارایی و بیلیاقتی و راندخاری و فساد نظام مدیریتی رو به عامل ارتقاء ناامنی به سطح عمومی مردم تبدیل کرده، مگه میشه شاهد توسعه پایدار و متوازن و اشتغال واقعی باشیم؟ تمام امید و تدبیر دولت تدبیر و امید این بود که با کت خدای جهان کنار بیاد و از این راه پای سرمایه خارجی رو به کشور باز کنه، که اونم با نشستن عوام فریبی مثل
ترامپ بر صندلی قدرت در آمریکا فعلا تو محاق ابهامه. در همشکستن موانع ساختاری اشتغال معناش خیلی روشن اینه که باید ولی فقیه و کل دستگاه ولایی و همه برادران قاچاقچی رو به طور کامل جارو کرد و ریخت تو سطل آشغال تاریخ. تا زمانی که اونا سرنوشت مردم رو در اختیار دارن وضع بدتر میشه و بهتر نمیشه. هر جناح و باندی هم که تو این نظام به قدرت برسه هیچ کار اساسی برای اشتغال مردم نمیتونه صورت بده. عملا هم شاهدیم که موارد رشد منحصر شده به امور منفی، مثل بالاتر رفتن جایگاه ایران در جدول سالیانه بین المللی فساد، رشد شکاف طبقاتی، سردنشینی در اعدام ها، افزایش انواع آلودگی ها، تشدید فقر و بیکاری و حاشیه نشینی، کارتون خوابی، اعتیاد، بزهکاری، بیکاری و نظایر اینها. رویکرد دولت روحانی به آمارسازی اشتغال به سبک دولت احمدی نژاد محصول همین شکست در برابر موانع ساختاری اشتغاله. سیاست‌های عملی دولت روحانی رو مثل سیاست‌های عملی دولت قبلی نباید در ادعاهای کذایی و آمارهای جعلی اشتغالشون جستجو کنیم. اینا به ندرت حاضر میشن به شکل علنی سیاست‌های واقعیشون رو بگن، ولی گاهی وقتا هم شرایط اقتضا میکنه و میگن. یه نمونش حرفای علی ربیعی وزیر کار در مراسم اختتامیه 17 مسابقات ملی مهارته که خبرش رو روزنامه کار و کارگر یه شنبه 10 بهمن گذشته منتشر کرد. اونجا ربیعی جوهر سیاست اشتغال دولت رو خوب توضیح میده. ربیعی میگه سالانه باید 8% رشد اقتصادی داشته باشیم. برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی نیازمند 100,000 میلیارد تومان هستیم. بعد میگه چنین پولی از بازار سرمایه، نظام بانکی و سرمایه های جذب شده بسیار دشوار جذب میشه. بعد اضافه میکنه که باید به نقش بهره‌وری در برنامه های رشد توجه کنیم. ربیعی معنای بهره‌وری رو با عدد توضیح میده و میگه که بهره‌وری باید بخشی از 100,000 میلیارد تومان مورد نیاز برای رشد اقتصادی رو تأمین کنه و این برنامه ریزی ها تا جایی پیش رفته که 20,000 میلیارد تومان از اونو شامل میشه. ربیعی با مفهوم بهره‌وری بازی میکنه، ولی وقتی پای طرح اجرایی و برنامه ریزی به میون میاد معلوم میشه که بهره‌وری اساساً همون بهره‌کشی از نیروی کار مفت فارغ التحصیلان بیکاره. همون طرح رسوای استاد شاگردی دوره احمدی نژاده که حالا اسمشو گذاشتن طرح کارورزی فارغ التحصیلان. ربیعی تو مراسم مسابقات ملی مهارت شعار میده که هر ایرانی باید یه مهارت کسب کنه. کسب مهارت جمله بی آزار و قشنگیه، ولی منظورش اینه که هر جوون ایرانی باید چند سال به بهانه مهارت آموزی بردگی کنه. ربیعی آمار هم میده و میگه پیشبینی میشه 200,000 شغل در سال آینده از طریق اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان ایجاد بشه. این محتوای واقعی سیاست اشتغال دولت روحانیه. به کار گرفتن لشکر فارغ التحصیلان بیکار با دستمزد 400,000 تومان، فقط 400,000 تومان در ماه، زیر عنوان مهارت آموزی که تازه همین پول رو هم معلوم نیست به طور کامل بهشون بدن. حرف ربیعی رو خلاصه که بکنی این در میاد که میگه نه از طریق بازارهای سرمایه، نه نظام بانکی، نه تجمیع دارایی‌های کوچیک، هیچ کدوم نمیشه سرمایه راه اندازی اشتغال رو تهیه کرد. پول نفت هم که سهم آقازاده ها و اعوان و انصار خودشونه. طبقه سیاسی حاکم
مالیات هم که نمیده، فقط مالیات میخوره. تنها چیزی که برای سیاست اشتغال باقی میمونه نیروی کار ارزون و تقریبا رایگانه. اینها وقتی از اشتغال حرف میزنن منظورشون اشتغال نیست، غارت موقت نیروی کار متخصصه. سیاست رسمی اشتغال همین غارت نیروی کار ارزونه، یعنی کار فارغ التحصیلان بیکار. به این سیاست نباید تسلیم شد، باید با مقاومت سازمان یافته دانش آموختگان و سایر بیکاران و در چارچوب سازماندهی مبارزه سراسری برای حق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی همگانی این سیاست رو در هم شکست.